خب دوستان گرامی درس های گه دار رو ادامه میدیم فیل که اولشون گیه هست بریم سراغ گنی میگن گنی میگن مثل ارلاوبن هست اجازه دادن مثل مثلا گشتاتن هست باز هم اجازه دادن مجاز دانستن به هر حال اینو بیشتر برای کارهای که مربوط به اداره و اینا میشه مثلا دست باو امت اداره ساخت و ساز دست باو امت دست نخ نیشت گنیمیشت هنوز پروژه رو اجازه شو نداده پروانه ساخت مثلا درخواستشو بدی و یا داس آمت یا دی بهرده بهرده مثل آمته بهرده بهرده موس داس پرویکت گنه میگن به خاطر همین برای اینکه گنه میگن کنه اون آمت اون اداره با معمولا گنه میگونس پلان میخواد پلین یعنی پلان که اجازه ساخت بدن پس نمیگن رو برای کارهای اداری بیشتر میشنوید هر کاری تو آلمان میخواید کنید یه گنیمیگون میخواید اون که رستوران بزنید بخواید بزنید بگن مثلا خب داس آمت یه دی جاها رو اون و او اینا رو گنیمیشت گنیمیشت یعنی گفت اوکی هست الابت که زیش گنه میگن می گن. مثل زیش گنن هست مثل زیش گنن هست مثلا نا ایش حالت یکم تهنه و جوک و اینا بگیم زیش گنه میگن ایش هاب میه ها این آیس گنه میشت یعنی به خودم اجازه دم یه دونه آیس بخورم یعنی به خودم به حساب یکی رسمی دیگه این حالت رسمیه گنه میگن ایش ها می آین ایس گه نیمیشت ایش ها می آین گند گنن گه گند گن خود را سزا واردانشتن برحال یه حالی به خودت بدی اینجوری بگه گنیزن این گنیزن به معنی دوباره سرحال شدن دوباره سالم شدن گنیزن با گذشتش با زین هست مثلا ایش بین ناخت اوپراسیون زر شنل گنیزن گذشته حالت پرفکت شم بچا با فلش یکیه ایش بین گنیزن یعنی سالم شدم سرحال شدم یه چیز همین اگه بخوام به صورت گذشته ایش گناس پرتریتوم یعنی این مساویه با اینه ایش ناخت اوپی زر شنل گناس زیش ویدمن یعنی خودت رو وقت یه کاری کنی زیش ویدمن زیش اتواس زیش وقتی کار اون کاره اتواسه زیش اتواس داتیو هست این ویدمن زیش اتواز ویدمن خب مثلا یه ورزشکار مریض شده پا شکسته بعد از سرحال شدن بعد از گنیزن دوباره میتونه خودش رو وقف فوتبال کنه یعنی فوتبال بازی کنه حالا اینا رو تمرین بتونه گنیسن گنیسن هم که میدونید ایش یعنی من لذت بردم ich habe genossen لذت بردم ich genoss ich habe genossen ها یکی هستند که نیست مثلا genieß deinen tag deinen tag genieß deinen tag روزت را لذت ببر etwas genießen یه چیزی را ich habe meinen tag genossen ich habe die zeit mit dir genossen زمان رو با تو رو لذت بردم ich habe die zeit mit dir Sehr genossen. Genügen, wenn ma, man genug sein. Genug sein. Koffee, Masala. Brauchst du mehr Zucker? Nein. Es genügt. Es genügt. Es genügt. Es reicht. Es genügt. Ausreichend. Es ist ausreichend. Was es genügt?

که کی آوسبیلدون بکنم گنوکت گشین مثل پسیغن هست رخ دادن اتفاق افتادن گشین سوم شخصش میشه گشیت ایست گذشتش میشه ایست گشین خب گشین رو من با گشاه هم بنویسم گشاه گشاه یعنی اتفاق افتاد مثلا سال چه افتاد؟ واس گشا؟ واس گشا 1973 چه اتفاقی افتاد واسگشا واسگشا واس ام 17 دسامبر 1973 چه اتفاقی افتاد میتونیم بگیم واس است واس است ام 17 دسامبر 90 گشن پس گشا اینا مهمه این توی متن ها زیاد میبینید استفاده هم داره پس اینو یاد بگیرید was geschah ham geschieht auf dem weg nach hause auf dem rückweg nach hause geschah ein unfall geschah ein unfall ja ist ein unfall geschehen was ist mit dir passiert was ist mit dir passiert was ist mit dir passiert was ist mit dir, ist mit dir geschehen

مثل همون گزل گزلن هست اینجا فعلی هست مثلا ناخ دم اسن گزلت ایش میش گزلت ایش میش سو ایم یعنی انگار بغلش نشستم زتس ایش میش زیش سوی من دم مثلا زتسن به معنی زیش سوی من دم زتسن یعنی بری پیش یکی بشین ایش هاو میش سو ایم گزتسن ich setze mich zu ihm. بغلش نشستم. یعنی اگه بگم زیش توی من گزلن گزلن یعنی انگار بشینی باش خوشبش کنی تعریف کنی تنها رو باشه امرایش کنی. ایشاب میش سو ایم گزلت. گزلن میشه گزلت. میش سو ایم گزلت. پس به نظر من اینو بلد باشید. اگه اینو بلد باشید میتونید تو ذهنتون اینم میتونه میتونم استفاده کنم. Ich habe mich zu ihm gesetzt, ich habe mich zu ihm gesellt. Ja, ich habe ihm Gesellschaft geleistet. In Chisiet war B2, auch in Losen, als noch, wo ich da bin. Da gibt es Befehl. Hob, da sind auch als Gesellen, als Gesellschaft, wo wir nicht gut. Gesellen geschehen oder genügen oder stimmt, deine, meine Sprachniveau genügt, um eine Ausbildung anzufangen. ایش از گنیسن میاد کنید هم گذشته پرفکت اینا رو یاد بگیرید هم بچه ها رو مهم من اینا بعضی هاشون مثلا ایشگنوس این هم چیزی تو مطمئن های هست مثلا یا به گذشته پیغه کتابیه گفتیم تو متن میبینید حال بتونید بفهمید معنیش چی هست بعضی از این گذشته ها رو بچه ها اگر کم دیده باشید یا استفاده کرده باشید اولش براتون قریبه مثلا شاید این رو گذشته شاب گزلت گزلت رو شاید اصلا هیچ وقت نشنیده باشید ولی به تدریج تو زبان غرق بشید کتاب بخونید یا اینا معمولا وقتی یه چیزی رو یاد میگیرید روزهای بعد احتمال دیدنش زیاده بنابراین چیزایی که الان یاد گرفتید حواستون باشه ببینید این هفته یاد می... بهش برمیخورید در تا <تصفح> درس بعد